باعث افتخار و شادمانی من هست که در این جلسه شرکت میکنم، جلسه ای که جلسه جهانی هست. میبینم که همین الان 400 نفر از جاهای مختلف دنیا شرکت کردن در این گرد همایی و من و همسرم بیتا خیلی خوشحال هستیم که این به خاطر دعوت احبای استرالیا این فرصت به من داده شده که مطالبی را در مورد رساله مدنیه با دوستان عزیزم در میان بذارم. در لیست کسانی که حضور دارن تعداد زیادی از دوستان قدیم خودم و همینطور منصوبین نزدیک من مثل برادرم و خانوادهش در استرالیا شرکت دارن. چون تعداد زیاد هست هیچ کدوم را ذکر نمی کنم، اما خیلی خوشحالم که این جلسه وسیله ای هست در این حال برای یک نوع دیدار و ارتباط با عزیزانی که مدت هاست در ارتباط نبودم باشون. بحثی که خواهیم داشتم به رساله مدنیه هست. من در ابتدا یک مسئله یا به طور مختصر مطرح میکنم. اول در مورد اینکه چرا این رساله نوشته شد، عنوان این اثر و ترتیب این اثر، و آنگاه به طور مختصر در مورد 4 لایه بحث در رساله مدنی مطالبی را با شما در میان خواهم گذاشت. منتها اینها مباحثی است که در نوشته های خود من در مورد رساله مدنی قبلا خیلی هاش بحث شده. این است که در بحث امروز خیلی مختصر سعی میکنم این مسائل را مطرح کنم و بالعکس به 2 نکته دیگر که در نوشته های خود منم معمولا مورد بحث قرار نگرفته به اونها تاکید خواهم کرد، که یکی در مورد مفهوم غیرت و همت هست در مقابل تعصب و دیگری در مورد حدیثی است که 2/3 کتاب رساله مدنیه در توضیح یک حدیث اسلامی است در مورد شرایط علما، و این است که این حدیث و تفسیر حضرت عبدالبها از این حدیث را که همینطور که عرض کردم 2/3 کتاب همینه. این است که این مسئله است که خیلی خیلی مرکزی است در ارتباط با رساله مدنیه و ما باید بهش توجه مخصوص بکنیم. اینه که اینا قسمت‌هایی خواهد بود که من بیشتر روش تاکید خواهم کرد، اما در ابتدای کلیاتی که لازمه با دوستان عزیز در میون میذارم. شما تصویر منو دارید دیگه نیست؟ من چون تصویر خودمو نمی‌بینم اینجا. بله داریم. خیلی خوب. اولین مطلب دمد خوب اینه که چرا اصلا رساله مدنیه نوشته شده. حضرت عبدالبها رساله مدنیه رو نوشتن به دستور حضرت بهاءالله. حضرت بهاءالله بودن که دستور دادن رساله مدنیه نوشته بشه. من یک قسمتایی از رساله مدنیه رو فرستادم برای خانم نعمتی، اگر که میشه اون بیانات بیاد روی صفحه. بله مرسی، امیدوارم که همه بتونن ببینن. من شماره گذاری کردم و الان شماره 1 که بیان حضرت بهاءالله هست را با شما در میان میذارم. این عین بیان حضرت بهاءالله است که به حضرت عبدالبها دارن دستور میدن رساله مدنیه رو بنویسن. عین بیان، این بیان خیلی خیلی مهمه. کاش وقت بود که من اصلا همه بحثم رو میذاشتم توضیح دم به خود این بیان و چگونه رساله مدنیه رو میشه فهمید بر اساس این مطلبی که دستوری که حضرت بهاءالله دادن. میفهمن یا حسن اعظم محبوب آنکه چند ورقی
در سبب و علت امار دنیا و خرابی آن نوشته شود، به قسمی که متعصبین را یک درجه تنزل دهد تا مستعد شوند از برای اسقاء حفیف سدره بیان که الیوم مرتفع است. راستش بخواهید تمام رساله مدنیه در همین بیان حضرت بهاءالله هست، چون این الگویی که دارن دستور میفهمن که حضرت عبدالبها بر طبق این رساله مدنیه رو بنویسن. همونطور که ملاحظه میفرمایید موضوع رساله مدنیه رو حضرت بهاءالله میفهمن که نه همون اول رو. ما فعلا میخوایم در مورد همون صحبت اول صحبت کنیم، اینی که بعد برگرده به صفحه قبلی. میفرمایند که چند ورقی در سبب و علت امار دنیا و خرابی آن نوشته شود. پس موضوع رساله مدنیه سبب و علت امار دنیاست. امار یا عمران، حضرت عبدالبها در خود رساله مدنیه هم امار را چند بار به کار میبرند، هم خیلی از اوقات مأموریت و آبادی، مأموریت یا مأموریت پروری، اینها را به کار میبرند. ما در فارسی امروزی از عمران استفاده میکنیم. این امار، تعمیر، عمران و غیره اصولا مفهوم رشد و توسعه است. پس موضوع رساله مدنیه سبب و علت امار دنیا و خرابی آن هست، یعنی پیشرفت دنیا و بالعکس انحطاط دنیا. حالا یک نکته بسیار مهم که این بیان مشخص میکنه اینه که حضرت عبدالبها رساله مدنیه که نوشتن در حقیقت در مورد امار و توسعه و پیشرفت و مدنیت ایران هست. علل عقب افتادگی ایران چیه و راه پیشرفت ایران چیه؟ اما چطور میشه که حضرت بهاءالله وقتی دستور میفهمن در سبب و علت امار دنیا و خرابی آن نوشته شود؟ این در ظاهر در ابتدا ممکنه تصور بشه که این با هم تفاوتی داره، که البته اینطور نیست. و اتفاقا این کلید فهم رساله مدنی است. بقیه بیان نشون میده که منظور حضرت بهاءالله اینه که در مورد توسعه ایران باشه. میفهمن به قسمی که متعصبین را یک درجه تنزل دهد تا مستعد شوند از برای اسقاء حفیف سدره بیان که الیوم مرتفع است. پس منظور در مورد پیشرفت ایرانه که تعصب این ایرانیان و مسلمانان کم بشه که استعداد پیدا کنند برای اینکه به بیانات حضرت بهاءالله و پیام ایشون دفاع توجه بکنن. اما چرا میفهمن که سبب و علت امار دنیا این مهمترین مسئله رساله مدنی است؟ یعنی رساله مدنی نوشته میشه برای اینکه پاسخ بده به اعتراضات به اصلاحی که داشته شروع شده بوده که در ایران بخواد انجام بشه، با مخالفت جدی روبرو شد. بزرگترین مخالف اصلاح و رفرم در ایران البته علما بودن، علمای مذهبی. اینی که متعصبین که میفرمایند به این خاطره که دشمن اصل اصلاحات و پیشرفت ایران نظریات علما بود که میگفتن این به معنی اینه که ما هم کافر میشیم و هر گونه اقتباسی از علوم و صنایع غرب یا تکنولوژیش و یا تمدن اون، این به این معنیه که ما دیگه مسلمان نخواهیم بود و در تضاد با اسلام هست. به همین علته که چون نظریه اونها این بود و بعضی هم در حالت غیر مذهبی میگفتن که چیزی که برای غرب خوبه، برای کشور دیگه خوبه، برای ایران خوب نیست، و بنابراین ایرانی ها اصلا نباید کاری داشته باشن که در غرب چه خبره و در نتیجه هیچ کاری نباید بکنن، چون اون تمدن غربی ها برای غرب خوبه نه برای ایران. حالا در اون موقع البته بحثای خیلی پیچیده جامعه شناسی وجود نداشت، اما اتفاقا این نظریه الان، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، شاید مهمترین نظریه رشد و توسعه در دنیا شده. به این معنی که اکثر روشنفکرها شدن
پست مدرنیست، شدن کالچورال ریلیتیویست، یعنی نسبیت گرایی فرهنگی و به فرهنگ پسامدرن معتقدند. در این نظریه این اعتقادشون این هست که هیچ ارزشی، چون رشد و توسعه مسئله ارزشه، یعنی یه چیزی بهتر از یه چیزی، یه حالتی بهتر از یه حالتی، میگوین که هیچ حقیقتی وجود نداره به طور کلی و هیچ ارزشی هم به طور کلی وجود نداره. چون ارزش ها بالکل نسبی میشن، در نتیجه مفهوم رشد و توسعه یه مفهوم کلی نمیتونه باشه و در نتیجه معنی رشد و توسعه از نظر این طرز تفکر اینه که هر جامعه بر طبق سنت‌های خودش رفتار کنه، حرکت کنه. و چون معنای رشد و توسعه پیشرفت یه مفهوم کلی و عینی نیست، بلکه صرفا مفهوم نسبیه. و در نتیجه اون چیزی که الان خیلی از روشنفکرها دارن میگن همون حرفی بوده که این افرادی که خیلی یا متعصب مذهبی بودن یا اینکه اصلا هیچ گونه اطلاعی از مسائل نداشتن، خیلی خیلی سنتی بودن، اینها مخالفت میکردن با اصلاح. جمال مبارک امری که دارن میفهمن اینه، میفهمن منظورشونه که در مورد ایران و پیشرفت ایران نوشته بشه، ولی میفهمن در سبب و علت امار دنیا و خرابیان. معنیش اینه که از نظر حضرت بهاءالله، و بعد این مطلبی است که رساله مدنیه به اثبات میرسونه، مفهوم پیشرفت، مفهوم امران، مفهوم توسعه یک مفهوم عینی هست، یک مفهوم کلی هست. اصول امران و توسعه در سرتاسر دنیا یکی است و به همه علت آنچه که باعث پیشرفت در ایران میشه اصولش همونه که باعث پیشرفت در هر جای دیگر دنیا میشه. به همه علتی که حضرت بهاءالله امر فرمودن در سبب و علت امار دنیا و خرابیان نوشته شود، چون میدونستن که متعصبین اینها دارن میگن و تمام حرفشون مخالفتشون با رفرم در ایران اینه که اینا برای غرب خوبه و اصولا حرفای رسوم کافران هست و اون چی که برای ما خوبه اینه که ما باید بر طبق سنت‌های خودمون باشیم، یعنی هیچ کاری نکنیم، همینی که هست خوبه. و چون مفهوم امار را، مفهوم امران را، توسعه را، پیشرفت را یه چیز کلی نمی‌دیدن. حالا من دیگه این بحث را دنبال نمی‌کنم، اما همونطور که عرض کردم کلید شناخت رساله مدنیه و مسائل بسیار پیچیده‌ای که در رساله مدنیه مطرح است همین بیانه. ملاحظه می‌فرمایید که در بیان حضرت بهاءالله به طور تلویح داره این مطلب بیان میشه که علت اصلی عدم پیشرفت ایران و ایرانیان تعصب هست، تعصب مذهبیون، تعصب علما. اگر به بیان مبارک توجه کنید، این است که برای اینکه پیشرفت ایران تحقق پیدا کنه لازمش کاهش این تعصب هست. این کاریه که رساله مدنیه میخواد انجام بده. من در یک صحبت دیگری که در همین استرالیا تازگی‌ها خیلی با محبت میکنن، دعوت میکنم، این جلسه سوم هست که من برای دوستان استرالیا دارم صحبت میکنم، در یکی از صحبت‌ها من عرض کردم که حضرت بهاءالله تأکید فرمودن که برای اینکه پیشرفت حاصل بشه برای ایران و اصولاً برای دنیا لازم هست که هم اول استبداد مذهبی، فرهنگی، روحانی از بین بره، یعنی آدم‌ها یاد بگیرن که از رؤسای مذهبی تقلید نکنن و خودشون فکر کنن، دموکراسی روحانی فرهنگی به وجود بیاد، یعنی آدم‌ها همه بشن برابر، خودشون فکر کنن، مقلد کسی دیگه نشن. و بعد از اون این مبنای میشه برای اینکه دموکراسی سیاسی هم به وجود بیاد. اینه که فهمیدن عزت از دو طایفه اخذ شد، از ملوک و علما. این بیان حضرت بهاءالله کلید حل مسائل ایران هست در قرن 20 و 21 که البته ایرانی‌ها و روشنفکرانش متوجه این مسائل نشدن و راه رسیدن به دموکراسی سیاسی شد تحکیم استبداد روحانی، تحکیم استبداد مذهبی، تقلید هرچه بیشتر از علما، هرچه بیشتر در جهت تعصب مذهبی رفتن. ولی پیام حضرت بهاءالله در این همین فرمانی که میدن به حضرت عبدالبها
به غصن اعظمشون مسئله عمران را دارن در ارتباط با مسئله تعصب میبینن. خب من اگه همینجور حرف بزنم که برای این بیان حرف زدم، ما حتی به مقدمات این بحث هم نخواهیم رسید. اینه که من سعی میکنم یکم تندتر و مختصرتر صحبت کنم. خب بیان دومی که من میخوام با شما در بیان بذارم، نه صفحه دوم، نه همون قبلی که مرسی، ببینید نوشه شماره یک، بعد وسط خط سوم نوشه شماره دو. این قسمت از خود رساله مدنی است. رساله مدنی رو حضرت عبدالبها نوشتن بدون اینکه اسمشون رو بنویسن. ظاهرا جوری می‌نویسن که یعنی ایشون مسلمان هستن، به عنوان یک بهائی نمی‌نویسن. علتش اینه که اگه به عنوان عبدالبها، به عنوان غصن اعظم می‌نوشتن، فرزند بهاءالله می‌نوشتن، کسی نمی‌خوند در ایران به خاطر تعصبات. هدف حضرت عبدالبها از نوشتن این اثر این بود که اثر بذارن در ایران، ایران در جهت توسعه و تمدن حرکت کنه. به خاطر این اسم خودشون رو نفرمودن. حالا ببینید عنوان رساله مدنیه هست اسرار غیبیه لاسباب المدنیه، اسرار غیبی برای اسباب مدنیت. این لغت اسرار غیبی باید دقت بفهمید، اسرار غیبی، غیبی دو تا معنی داره اینجا. معنی اولش اونیه که در فرهنگ قرن 19 ایران متداول بود. مثلا ملکم خان یک کتابی نوشت برای رفرم ایران، اسمش رو گذاشت کتابچه غیبیه. کتابچه غیبیه معنیش این بود که این کتابچه‌ایه که نویسندش معلوم نیست. غیبیه به این معنی، یعنی گمنام نویسندش. این است که اسرار الغیبیه لاسباب المدنیه که عنوان اصلی رساله مدنیه هست، این اسرار غیبیه یه معنی غیبیش اینه که اسم نویسنده گمنام. اما در این حال حضرت عبدالبها دارن معرفی هم میکنن خودشون را به تلویح، و اون به خاطر معنی دوم غیبی است. غیبیه به این معنیه که از عالم ملکوت هست، از عالم غیب هست. چون ایشون داشتن فرمان حضرت بهاءالله را اجرا میکردن، دارن میگن که منشأ این وحی الهی است، منشأ این پیامی که دارن میدن، در حقیقت دارن خودش رو معرفی میکنن. حالا من این بیان حضرت عبدالبها را اوائل رساله مدنیه که میفهمن اسمشون رو نمیگن، من براتون میخونم. میفهمن در بعضی موارد لازمه لوجه الله مرقوم نماید، نه همون صفحه قبلی، برگردیم صفحه قبلی. در بعضی مواد لازمه لوجه الله مرقوم نماید، یعنی حضرت عبدالبها لازم دیدن که یه بحثایی بکنن لوجه الله به خاطر خاطر خدا، و از تصریح اسم خیش احتراز نموده، اسم خودشون رو نمیفهمن، تا واضح و مبرهن گردد که مقصدی جز خیر کل نداشته و ندارم، چون منظورم این هست. بعد یک شعر مولوی رو میذارن در ارتباط با این، میفهمن دست پنهان و قلم بین خطگذار، اسب در جولان و ناپیدا سوار. یعنی دست معلوم نیست پنهانه، ولی قلم داره مینویسه، اسب داره حرکت میکنه، اما سوار ناپیداست. مولوی وقتی این را مینویسه، منظورش از این دست که ناپنهانه مشیت الهیه. تمام اون بحثی که مولوی میکنه اینه، یعنی اتفاقایی که میفته پشت سرش خداست، خداست که علت اصلی برای این حرکات است. حضرت عبدالبها با آوردن همین شعر مولوی دارن تاکید هم میکنن که این لغت غیبی هم به این معنی است. یعنی غیبیه اینجا فقط به معنی گمنام بودن نیست، بلکه معنی غیبی به اون معنی که منشأ این هم وحی الهی است، خداست که داره این پیام را میده. خب رساله مدنی اول یک مقدمه داره و بعد در حقیقت در چهار فصل هست. این چهار فصل پاسخ به چهار اعتراض به اصلاح هست،
و البته اعتراض علما به رفرم چون اون مسئله اصلی است، بیشتر رساله مدنیه به اون اختصاص داده که در داخل اون هست که بیشتر اون بحث هم تبدیل میشه به بحث شرایط علما که علمای راستین چه کسایی هست. حالا در اینجا من این بیان حضرت عبدالبار میخونم که دارن چهار تا اعتراض را به رفرم و پیشرفت ایران و اصلاح ایران دارن مطرح میکنن. بعضی گویند شماره 3 اینجا، بعضی گویند که این افکار جدیده ممالک بعیده است و منافی مقتضیات حالیه و اطوار قدیمه ایران. این اعتراض اوله، همونی که گفتم، یعنی اینا چیزای جدید این غربی هاست، ربطی به ایران نه رسوم گذشته است یا وضعیت فعلیش نداره، ما به اینا هیچ نباید کاری داشته باشیم، همونطور که هستیم خوبیم. یعنی مفهوم رشد و توسعه مفهوم کلی نیست، این شکل غیر مذهبیش. و برخی بیچارگان ناس را که از اساس متین دین و ارکان شرع مبین بیخبرند و قوه امتیازی ندارند جمع نموده گویند که این قوانین بلاد کفریه است و مغایر اصول مرئیه شرعیه و من تشبه به قومن فهو منهم. در اینجا حدیثی را که علما برای نفی هر گونه اصلاحی مطرح میکردن، اون حدیث را حضرت عبدالبها اینجا ذکر میکنن، من تشبه به قومن فهو منهم، کسی که شباهت پیدا کنه به یه قومی از اونا حساب میشه، که این حدیث را به شکل‌های مختلف، هم به این شکل و به شکل‌های مختلف، هم از حضرت محمد نقل شده، هم از حضرت علی نقل شده، هم از برخی از اماما، که حضرت عبدالبها در مورد این خیلی بحث میفهمن و نشون میدن که تعبیر علما از این حدیث بالکل غلطی. ولی این اعتراض علماست که اینا چیزهای غربیه، کفره، هر گونه مشابهت با اینا کفره و بنابراین ما بالکل باید در مخالفت با اینها باشیم. اون وقت اعتراض سوم اینه که قومی برانن که باید این گونه امور اصلاحیه را به تعنی، یعنی به آهستگی، شیئاً فشیئاً، یعنی یواش یواش به تدریج اجرا نمود، تعجیل جایز نه. خب این گروه سوم اینه که قبول میکنه که این اصلاح لازمه، اما اینکه عجله نباید کرد، یعنی فعلا همینطور که هستیم باشیم، حالا در آینده یک کاری میکنیم. و حزبی برانن، این گروه چهارمه، که باید تشبث به وسائلی نمود که اهل ایران خود ایجاد اصلاحات لازمه سیاسی و معارف عمومی و مدنیت تامه کامل نماید، لزوم اقتباس از سایر طوائف نه. گروه چهارم میگه که اصلاح ایران لازمه، اما خود ایرانی ها باید همه اینا رو به وجود بیارن از اول، هیچ گونه از قبل نباید باشه. مثلا علم و صنعت و دانش علمی و صنعتی که در غرب به وجود اومده، اینا رو اصلا ایرانی ها نباید کار داشته باشن، خودشون باید این علم و تکنولوژی و بقیه چیزا رو از اول به وجود بیارن. همه اینها برای اینه که یعنی مخالفت باشه با هر گونه پیشرفت. حالا چرا حضرت بهاءالله امر فرمودن که این رساله مدنیه در این موقع نوشته بشه؟ این به خاطر اینه که ناصرالدین شاه در 1870 میلادی تصمیم گرفت که یه اصلاحاتی در ایران صورت بگیره و یعنی تغییر مشی کرد و به همین علت سفیر ایران در استانبول را که میرزا حسین خان بود، مشیر دوره یا سپه سالار، آوردش به تهران و اول وزیرش کرد و بعد نخست وزیرش کرد و خواست که سیاست اصلاح را در ایران به وجود بیاره، ولی آخوندها جمعاً قیام کردن علیه این مسئله و در نتیجه موقعی که داشت ناصرالدین شاه برمیگشت از اروپا، به خاطر مخالفت علما به همین علت مجبور شد که عزل کنه حسین خان را. ولی با این حال حسین خان را که دیگه نخست وزیر نبود هنوز نگر می‌داشت که شاید اصلاحاتی انجام بشه. در این موقع است که حضرت بهاءالله امر می‌فرمان که
آخرین فرصت برای اصلاحات در ایران هست که رساله مدنیه نوشته بشه و بنابراین چهار لایه بحث در رساله مدنیه داره صورت میگیره. من فقط اشاره میکنم که بعد حرکت کنیم به بحثایی که میخواستم بحثای اصلی امروز باشه. لایه اول دفاع از اصلاحاتی که داره میرزا حسین خان انجام میده و انتقاد هست از مخالفت علما با این اصلاحات. متاسفانه فرصت نیست به جزئیات بپردازیم. لایه دوم بحث در مورد مسئله تجدد و تدین هست، رابطه اسلام با تمدن و با تجدد و سخن البته علما این بوده که برای اینکه ایران پیشرفت کنه ما باید برگردیم به اسلام، برگردیم همونطوری که قبلا بودیم، به این معنی که یعنی آخوندها بتونن کاملا تمام جوانب جامعه رو کنترل کنن و بر طبق فقه اونها همه چی باشه. و در مقابل اونها کسانی بودن که میگفتن علت عقب افتادگی ایران اسلام بوده و بنابراین معتقدن برای پیشرفت ایران باید ما اسلام را کنار بذاریم و در حقیقت بشیم مثل غرب که مخالفت کرد با دین. نکته جالب در این بحث خیلی جالبه، گروه اول یعنی گروه علما اینها دوران پیشرفت ایران را دوران پس از اسلام میدونن و قبل از اسلام را دوران کفر و عقب افتادگی و اینها میدونن. البته در قرن بیستم عوض شد، ما تصویرمون از هخامنشی و کوروش و اینا مثبت شد و بنابراین بحثای در ایران یکم عوض شد، ولی تا قبل از قرن بیستم علمای اسلامی ایران قبل از اسلام را صرفاً گبر و کفر و مجوس و جهالت محض می‌دونستن و بنابراین پیشرفت ایران را فقط پیشرفت در دوران اسلام می‌دونستن. بالعکس اونایی که من گفتن اسلامی که باعث عقب افتادگی ایران شده، اینا همش صحبت میکردن به ایران قبل از اسلام و شکوه ایران قبل از اسلام و ایران اسلامی را انحطاط می‌دونستن. نکته ای که از واقعا خارق العاده ترین مطالبی است که رساله مدنیه را مشخص میکنه اینه که رساله مدنیه هم شکوه ایران قبل از اسلام را خیلی روش تاکید میکنن و هم خیلی تاکید میکنن که قرنهای اولیه اسلام قرن تمدن بود و اسلام در اون اوائل یک تمدنی به وجود آورد که از نظر معارف و غیره بی نظیر بود در دنیا و بحث میفهمن که حتی غرب هم خیلی از مسائلی که باعث پیشرفتش بعدن شد از اسلام یاد گرفت، از اسلام اقتباس کرد. بنابراین حضرت عبدالبها نه حرف علما رو تایید میکنن و نه حرف اصلاح طلبای ضد اسلام رو و بالعکس صحبت حضرت عبدالبها اینه که حقیقت ادیان باعث پیشرفت، عامل اصلی پیشرفت جامعه است، حقیقت ادیان. منتها این حقیقت ادیان در هر زمان بر اساس مقتضیات اون زمان ظاهر میشه و باعث پیشرفتش میشه. آیین زرتشت به خاطر اینکه نیروی خلاق خودش رو داشت بر اساس زمان باعث پیشرفت ایران شد. آیین اسلام به خاطر اینکه منطبق بود با مقتضیات زمان باعث پیشرفت شد. اما خود دیانت موقعی که زمان عوض میشه اگر دیانت خودش را متحول نکنه بر طبق مقتضیات حالی نباشه، بالعکس سنت پرستی کنه و بخواد تقلید کنه از آنچه که در غرب بوده، دیانت میشه عامل اصلی و تعصب مذهبی میشه عامل اصلی عقب افتادگی و بزرگترین مانع برای پیشرفت. و به همین علت از نظر حضرت عبدالبها باید ما برگردیم به اسلام، اما باید برگردیم به حقیقت اسلام، باید برگردیم به حقیقت زرتشت و حقیقت اسلام و زرتشت و مسیح و یهود اینا همه یکیست. بازگشت به اونا نه به بازگشت به رسوم و تقالید گذشته است، بلکه بازگشت به روح خلاق ادیان هست از جمله اسلام
که خودش رو بر اساس مقتضیات زمان به شکل خاصی اون موقع ظاهر کرد. الان باید نگاه کنیم مقتضیات زمان الان چیه. بازگشت به حقیقت اسلام یعنی بازگشت به حقیقتی که خلاق هست و الان خودش رو بر اساس مقتضیات زمان به یک شکل جدیدی باید ظاهر کنه. بحث حضرت عبدالبها در مورد شرایط علما بحث در مورد این که این مقتضیات الان چیه، چون خودشون رو به عنوان بهائی مطرح نمی کنن، این رو دیگه نمیگن که دیانت بهاییه که ظهور تحقق بازگشت راستین اسلام یعنی پیروی از مطالبی که امر بهایی مطرح میکنه، پیام حضرت بهاءالله، چون همون روح خلاقه که الان منطبق با مقتضیات زمانه. به این شکل مطلب رو نمیفهمم، اما کاملا همون مفهوم و روح درش مطرحه. یه لایه دیگه بحث اینه که آیا مفهوم رشد و توسعه یه چیز کلی است یا صرفا هر جایی برای خودش یه مفهومی داره و میشه سنتش، که من اینو قبلا عرض کردم که حضرت عبدالبها تاکید میکنن که اصول تمدن کلی است. مثال میزنن مثلا اینکه قانون کلی باشه در جامعه و اینجوری نباشه که هر حاکمی یا هر آخوندی بر اساس هوس خودش یه حکمی بده. میفهمه این در همه جا باعث بدبختی و ظلم میشه و اقتصاد رو از میان میبره. اینکه قانون یه حالت عقلانی پیدا کنه و عادلانه باشه، این لازمه مفید برای هر جامعه. اینکه علم و صنعت و آموزش و پرورش پیشرفت کنه، همگانی بشه، مردم از جهل بیان بیرون، این چیزیه که خوبه برای همه جا. ایجاد محافل مشورت که حضرت عبدالبها حالا اضافه میکنن که باید این محفل مشورت باید دموکراتیک هم باشه، به انتخاب مردم هم باشه، یعنی دموکراسی، این میفهمم برای همه جا خوب هست. این که مردم از فقر بیان بیرون، این که نابرابری اقتصادی خیلی زیاد نباشه و غیره، اینا رو میفهمم اینا خوبه برای همه جا. و بنابراین مسئله نسبیت گرایی فرهنگی یا مفاهیم پست مدرنیست پسامودرن و غیره رو بالکل نفی می‌فرماید. لایه چهارم در مورد مفهوم ناسیونالیسم هست در مقابل رویکرد جهانی و جهان شمول، که حضرت عبدالبها البته تنها کسی هستن بین ایرانیانی که دارن در مورد پیشرفت و اینا فکر میکنن در اون زمان ها، تنها کسی هستن که این بُعد را مطرح میکنن، یعنی صحبت میکنن که صلح عمومی یکی از لوازم کلی به عنوان زمینه برای پیشرفت ایران. خب من قسمت هایی که خیلی قسمت ها رو حذف میکنم برای بحثمون، اجازه بدید بریم صفحه بعد، این صفحه یکی، بریم به صفحه بعد. مرسی. ببینید من الان خیلی جالب بود مناجات شروعی که یکی از دوستان عزیز با لحن بسیار خوش تلاوت کردن. حضرت عبدالبها شروعش این بود که فهمدن همتی به نما و دامنی به کمر زن، یادتون هست مناجات که امروز شد. بله. این خیلی جالب بود چون یکی از بحث‌های عمده که من میخوام بکنم همینه. ببینید یکی از مهمترین مسائلی که رساله مدنی روش تاکید میکنه و در هیچ واقعا بحثی، رساله مدنی ناشناخته است، یعنی برای خود احبام هنوز این به طور جدی تحقیق نشده، یعنی شروعی باید باشه که اندیشمندان متفکران از جمله متفکران بهائی این کتاب را کم کم بخونن و باهاش آشنا بشن. ولی واقعا ما تا حالا هیچ کاری نکردیم در مورد رساله مدنی، هیچ کار عمده‌ای تا حالا در مورد رساله مدنی نشد. یکی از مسائل عمده رساله مدنی که کاملا مورد غفلت قرار گرفته این است که تمام رساله مدنی کوششی است برای حضرت توسط حضرت عبدالبها که مردم اینا رو دعوت کنن که غیرتشون به جوش بیاد، که همت بکنن، مقصدشون رو ارجمند بکنن، از کسالت و بتالت و خمود بودن و انجماد و سستی و اینها بیرون بیان. از نظر حضرت عبدالبها عامل اصلی که باعث پیشرفت ایران میشه اینه که مردم ایران بیدار بشن، یک فرهنگ جدیدی به وجود بیاد
که غیرت و همت و همینطور امید، اما غیرت و همت میشه عامل اصلی. مسئله ایران اینه که همه غیرت و همت درشون مرده و بالعکس همه در فکر منافع خودشون هستن و در نتیجه هر کسی جزئی میشه از این نظام ظلم و جزئی میشه از این نظامی که درش پیشرفتی متحقق نمیشه. حرف حضرت عبدالبها اینه که ما باید کاری بکنیم، ایرانی ها باید بیدار بشن و در این بیداری به تاریخشون توجه کنن، هم تاریخ ایران قبل از اسلام هم تاریخ خود اسلام، و یادشون بیاد که باید به جای اینکه همش در فکر هوا و هوس خودشون باشن و خودخواهی خودشون، به جای اون کاری که باید بکنن اینه که بیان و فکرشون در این باشه که مسئولیتی دارن در مورد جامعه و بخوان که ایران پیشرفت کنه، غیرت نسبت به ایران پیدا کنن و پیشرفت ایران، و در اینجا هدفشون این باشه که کاری که میکنن برای خیر جمهور باشه، خیر مردم باشه، خیر عامه باشه، برای پیشرفت ایران باشه. و به همین علت خود رساله مدنیه اساساً جزئیست از این پیشرفت ایران، یعنی وسیله عمده است برای تحقق این پیشرفت ایران، چون همش داره تاکید میکنه برای ایجاد این فرهنگ جدید. من یه 10 بیان از خود رساله مدنیه آوردم اینجا در مورد لزوم این غیرت و همت که حضرت عبدالبها میخوان ایرانی‌ها رو تکون بدن که از این حالت مردگیشون بیان بیرون و از این حالت خودخواهیشون بیان بیرون، مقصدشون رو ارجمند بکنن و بخوان که بازگردن به عزتی که قبلا داشتن. و این از طریق اینه که به منافع مردم توجه کنن و فقط تو خودشون فرو نرن. من یه چند تاشو میخونم که الان هست. همت را بلند کنید و مقاصد را ارجمند، کسالت تا کی و غفلت تا چند؟ از تن پروری جز نومیدی دارین نیابید، یعنی جز نومیدی دوتا دار هم اینجا هم آخرت، و از تعصب جاهلی و استماع اقوال بی فکران و بی خردان. ببینید هم تعصب رو، غیرت رو دارن تاکید میکنن، تعصب رو دارن نفی میکنن، خیلی عجیبه. و از تعصب جاهلی و استماع اقوال بی فکران، این استماع اقوال بی فکران یعنی تقلید از آدمایی که نمیدونن چی دارن میگن، و از تعصب جاهلی و استماع اقوال بی فکران و بی خردان جز نکبت و ذلت نبینید. توفیقات الهیه معید شما و تعییدات ربانیه موفق، یعنی توفیق میاره براتون. از چه به جان نخروشید و به تن نکوشید؟ دارن سعی میکنن یک انقلاب فرهنگی در ایران به وجود بیارن، انقلابی که ایران رو تکون بخورن از این حالتی که تبدیل شدن به یک شی، یه شی فقط تو خودشه، بیرون بیان، ارتباطش با جامعه ببینه، تاریخ را یادش بیاد و بخواد که علو همت داشته باشه، بخواد باعث حرکت بشه، کاری که میکنه برای نفع مردم باشه و باعث پیشرفت ایران باشه. مثلا بیان بعدی، اعظم سعادت، سعادت انسانیه و اوست مدرک حقایق آیات آفاقیه و انفسیه اگر سمند همت بی همتا را در میدان عدل و تمدن جولان داد. همت بی همتا. بعدی، اعظم شرف انسان و سعادت کلیه عالم امکان عزت نفس و همت بلند و مقاصد ارجمند و عصمت فطریه و عفت خلقی است. بیان بعدی، همت را بلند کنید و مقاصد را ارجمند. اینو قبلا خوندیم، دوباره تکرار شده. بیان بعدی، آیا غیرت و همت انسان قائل بران می شود که چنین خطه مبارکی که منشأ تمدن عالم و مبدا عزت و سعادت بنی آدم بوده و مقبوط آفاق و محسود کل ملل شرق و غرب به امکان، حال محل تأسف کل قبایل و شعوب گردد؟ این خطه طیبه چون سراج و حاج به انوار عرفان و ضیاء علوم و فنون و علو منزلت و سمو و همت و حکمت و شجاعت و مروت نورانی بود، حال از کسالت و بتالت و خمودت و عدم ترتیب و نظم و قلت غیرت و همت و غیرت و قلت غیرت و همت اهالی، پرتو اقبالش مکدر و ظلمانی گشته. بکت سماوات سب و الارضون سب علا عزیز زل. این بیان عربی آخری حدیث اسلامیه
که در مورد شهادت حسین هست، امام حسین، که میفهمد که هفت آسمان و هفت زمین گریه میکنه برای این عزیزی که به ذلت افتاده. دارن حضرت عبدالبها وضعیت ایران رو میکنن مثل وضعیت حسین که با اون عظمتی که داشت متاسفانه توسط متعصبین و جاهلین به شهادت رسید و به ذلت افتاد و کشته شد. ایران رو وضعیتش رو مثل امام حسینی که به خاک و خون افتاده دارن تعریف میکنن که آسمان، هفت آسمان و هفت زمین داره میگریه از این مسئله. ببینید چقدر دارن تاکید. هیچ امری در وجود ممتنع و محال نبوده و نیست. همت همت، غیرت غیرت لازم است. دیگه من بقیهش رو نمیخونم و اینا تازه فقط قسمت هایی از بیانات بود که من انتخاب کردم. ببینید چقدر مهمه برای حضرت عبدالبها این مسئله. حضرت عبدالبها عامل اصلیه که تعیین میکنه جامعه رو و پیشرفتش رو. اینا میبینن که مردمش چجور فکر میکنن، اخلاقشون چجوره و همتشون چجوره. مسئله هوشیاری و ذهنیت آدم هاست، فرهنگ آدم ها. در جامعه شناسی این نظریه، نظریه که ماکس وبر داشت در مقابل مارکس. مارکس فکر میکرد که فکر آدم ها هیچ اهمیت نداره، ارزش های آدم ها، اخلاق آدم ها هیچ اهمیتی نداره، اینکه چی بشه، فقط عوامل اقتصادی را روش تاکید میکرد. ماکس وبر بالعکس گفت مثلا خود اون عامل اقتصادی، مثلا سرمایه داری که در غرب به وجود اومد و باعث پیشرفت غرب شد، اصلش یک مفهوم مذهبی بود. ماکس وبر گفت، گفتش این سرمایه‌دار اولیه به خاطر خودپرستیش و بیشتر کردن سود خودش کار نمیکرد. سرمایه‌دار اولیه، بلکه سرمایه‌دار اولیه یک پروتستانی بود، یک مسیحی پروتستان افراطی بود که فکر میکرد راه این که به رضای خدا برسه و جزء کسانی بشه که خدا ازشون راضی باشه و در عالم بعد نجات پیدا کنه، اینه که در این دنیا با انضباط اخلاقی کار کنه، توجه به مصرف نداشته باشه، بلکه باعث پیشرفت بشه. و در نتیجه ماکس وبر نشون داد عاملی که سرمایه‌داری رو به وجود آورد، یعنی این تحول اقتصادی، اصلش محصول مفهوم مذهبی فکری فرهنگی بوده. این تصوری است که رساله مدنیه هم همش اینه، اینه که مهمترین مسئله‌ای که تأکید میکنم برای پیشرفت ایران اینه که مردم ایران باسواد بشن، علم گسترش پیدا کنه، علوم و صنعت و اینها، دانش به وجود بیاد، و البته غیرت و همت و اخلاق که از این خودخواهی و خودپرستیشون بیرون بیان، یکم تو فکر ایران باشن. یعنی ایرانیایی که همیشه شعار میدن که عاشق ایران هستن، حضرت عبدالبها دارن دعوت میکنن ایرانیایی که وطن دوست باشن، غیرت داشته باشن نسبت به ایران. اما غیرت داشتن به ایران و وطن دوست بودن و بیدار شدن برای پیشرفت ایران درست عکس تعصبه. من فرصتی ندارم، وگرنه خدمتون عرض میکردم که جمال الدین اسدآبادی که خیلی از اسلامیان بعداً از اون متاثر شدن، حرفش درست عکس حضرت عبدالبها بود. اون میگفت که ما تعصب لازم داریم، لازمش اینه که بدونیم و بفهمیم که ما مسلمان‌ها برتریم از بقیه و از این طریق هست که ما میتونیم پیشرفت کنیم، از طریق تعصب. علی شریعتی هم همینطور حرفا رو زد و در حقیقت هم داشت انتقاد میکرد از آیین بهائی، چون در آیین بهائی تعصب رفع میشه. و خیلی از افرادی که هیچ گونه آشنایی ندارن با امر، فکر میکنن که اگر باهایان رفع میکنن تعصب را، به این معنی که وطن دوستی را رفع میکنن. رساله مدنیه نفی مطلق چنین حرفیه. از اول تا آخرش دعوتی است برای بیداری فرهنگی، برای غیرت و همت ایرونیا. اما از نظر حضرت عبدالبها تعصب باعث پیشرفت نمیشه، تعصب بالعکس باعث میشه که ما نتونیم خودمون فکر کنیم، تقلید کنیم از دیگران، سنت پرست بشیم، دنبال علم و صنعت نریم و دنبال همش پرخاشگری، دشمنی و اینها باشیم، حقوق دیگران رو پایمال کنیم. و بنابراین امکان
ایجاد یک جامعه آزاد، جامعه‌ای که درش حقوق مطرحه، برابری مطرحه، جامعه‌ای که علم و صنعت و اینا میتونه درش پیشرفت کنه نخواهد بود. شما این بحثایی که من قسمتایی که خوندم دمده خیلی ممنون. این جمله آخرم میخونم، همون صفحه 3 خوبه، صفحه 3 لطفا، مرسی. ببینید مفهوم ملت به مثابه جسم، ملت مردم مانند جسم هم. و غیرت و همت مانند جان جسم، مانند جان. ملت مثل جسم، غیرت و همت مثل جان، مثل روحشه. جسم بی جان حرکت نکند، یعنی یک اندیشه لازمه، یک اندیشه اخلاقی انسانی، وطن دوستی، اسلام دوستی، غیرت نسبت به دین و غیرت نسبت به وطن لازمه. اما اون مستلزم اینه که بفهمیم دین عامل تمدن و تکامله و هر چی که در تضاد با تمدن هست اون دین نیست، اون ضد دینه. و ایران هم یادمون بیاد که سنت های ایرانی و ایرانی که اون ایرانی که میگم ما باید مثل خود ایران باشیم، کار به جای دیگه نداشته باشیم، ایران بوده که مهد تمدن بوده، چه در پیش از اسلام چه بعد از اسلام. و بنابراین باید این غیرت برگرده به این جسم مرده ایران. حال این قوه عظما، یعنی این همت و غیرت، در طینت اهالی ایران در منتها درجه موجود، محرکش توسیع دایره معارف است. عاملی که این غیرت را که وجود داره در دنیا ولی پنهانه، زندش میکنه، محرکش میکنه و حرکتش میاره، توسیع دایره معارف است. معارف باید، علم و آگاهی باید در ایران زیاد بشه، بی سوادی باید از بین بره. میفهمن مکاتب ابتدایی و مدارس، معلومه که در اون موقع مدارس ابتدایی میشه یا ابتدایی ها، مدارس میشه مفهومی مثل دبیرستان فعلی ما و دانشگاه و غیره. اینه که رساله مدنیه بیش از هر چیز دیگه برای اصلاح ایران لزوم تحول در آموزش و پرورش و همه جا آموزش پرورش به وجود دار، به این مسئله بیش از همه تکیه میکنن. حتی میفهمن که اگر این کتاب مورد استقبال قرار گرفت، جلد دومش رو دمده همین رفرم اصلاح آموزش و پرورش خواهند نوشت. البته تو خود رساله مدنیه میفهمن که ایرانی ها استقبال کردن، چند کتاب گوناگون در مورد جوانب مختلف تمدن خواهند نوشت. فقط این نیست که بیان جلد دومی در مورد آموزش و پرورش بنویسن. اونطور خب ایرانی ها توجه نکردن و محروم شدن از این مسئله. خب در بیانی که تو همین صفحه 3 هست که با تشکیل مجالس و تأسیس محافل مشورت شروع میشه، اینجا دارن حضرت عبدالبها تایید میکنن مسئله پارلمان را و مجلس را، اما یه چیز اضافه میفرمایند. میفرمایند که مجلس مشورت لازم اعظم اساس دنیای سیاست هست، اما افراد این مجلس باید آدمایی باشن که هم آشنا به علوم باشن، آشنا به مقتضیات زمان باشن و هم آدمای متخلق به اخلاق باشن، آدمای فاسد ریاکاری نباشن. بعد میفهمم و به نظر این عب چنان میآید که اگر انتخاب اعضای موقت در مجالس ممالک محروسه منوط به رضایت و انتخاب جمهور باشد احسن است، چه که اعضای منتخبه از این جهت قدری امور عدل و داد را مراعات می نمایند که مبادا سیت و شهرتشان مذموم گردد. دارن حضرت عبدالبها یه نکته جدیدی اضافه میکنن که این در اصلاحات حسین خان وجود نداشت. دارن میفهمن که مجلس مشورت بهتره که انتخاب مردم باشه و میفهمن که هیچ کس هم دائمی نباشه، اعضای مجلس باید موقت باشن، یعنی ترم لیمیت داشته باشن به قول انگلیسی ها، یعنی فقط برای یک زمان مشخصی باشن. و دارن میفهمن که دموکراسی لازم انتخاب مردم، برای خود این که مردم انتخاب کنن کمک میکنه که اینا کمتر فاسد بشن، برای اینکه اینا میخوان دوباره انتخاب بشن
و بنابراین این براشون مهمه که مردم در موردشون چی فکر کنن، اینی که سعی میکنن یه مسائل حداقل رو رعایت کنن. این است که رساله مدنیه علاوه بر مسائل دیگری هم که مطرح میکنه از رزومه دموکراسی داره صحبت میکنه، که مانند حضرت بهاءالله از اولین مواردی است که در ایران در این مورد صحبت کردن. در بیان بعدی و همچون زن به گمان نرود، چون صحبت میکنن که این افرادی که در پارلمان هستن باید متخلق به اخلاق باشن، فقط فکر این نباشن که این وسیله برای پولسازیشون باشه. بعد از اینکه این را تأکید میفهمم، ولی فکر نکنید که مقصود از این کلمات مذمت غنا و مدح فقر و احتیاج است. منظور نیست که ثروت بده فقر خوبه. میفهمن که بلکه غنا منتهای ممدوحیت را داشته اگر، دو تا شرط میذارن برای اینکه غنا چقدر عالی است، اگر به سعی و کوشش نفس خود انسان در تجارت و زراعت و صناعت به فضل الهی حاصل گردد. اینکه آدم پول داشته باشه به خاطر اینکه ارث میبره از دیگران، این هیچ ارزش اخلاقی نداره. چنین غنایی، غنایی که حاصل کار باشه، خود آدم کار کرده باشه، خلاقیت داشته باشه. و شرط دوم، و در امور خیریه صرف شود، غناشو وسیله بکنه برای اینکه خدمت کنه به مردم. و در بیان بعدی میفهمن که اگر شخص عاقل و مدبر تشبث به وسایل نماید که جمهور اهالی به ثروت و غنای کلی برسند، همتی اعظم از این نه. توضیح میفهمن که کسی که ثروت داشت، این باید ثروت خودش رو به کار ببره برای ایجاد مؤسساتی که باعث پیشرفت مردم و پیشرفت جامعه بشه. مثالش میفهمن که مدارس، مکاتب ابتدایی درست کنن، مدارس درست کنن، بیمارستان درست کنن، وسایل تربیت برای فقرا رو به وجود بیارن. نمیفهمن که باید پول بده به بقیه. این مفهوم عدالت اجتماعی در نظر دیانت باهایی نیست که افراد بشن وابسته به دولت یا وابسته به دیگران، بلکه منظور این است که جامعه و مؤسساتش به طوری باشه که فرصت‌هایی به وجود بیاره که همه آدم ها بتونن درش فعال بشن و به حرکت اقتصادی و خلاقیت اقتصادی بپردازن. کاری که باید عدالت اجتماعی رو به وجود میاره ایجاد این هاست، نه اینکه افراد را یا گروهی از افراد را صرفاً و کاملاً وابسته کنن به دولت. این خیلی مهمه. در بحث‌های مربوط به عدالت اجتماعی و اقتصادی معمولاً کسانی که خیلی همدلی با افکار کمونیستی دارن فکر میکنن عدالت اجتماعی اینه که همه بشن وابسته به دولت. از نظر آیین بهائی اصلاً اینطور نیست، ابداً اینطور نیست. و میفهمن حضرت بهاءالله خیمه نظم عالم به دو ستون قائم برپا، مجازات و مکافات. یعنی آدم ها باید درآمدی که دارن مربوط باشه به خلاقیت ها و فعالیت هاشون. یعنی مجازات و مکافات باید در جامعه باشه، بدون اون نظم نمیشه. اما برای تحقق این مسئله جامعه باید فرصت ها رو به وجود بیاره و اقنیام این مسئولیت خاص دارن، مدرسه درست کنن، بیمارستان درست کنن، کارهایی بکنن که افراد بتونن در این جامعه شرکت کنن، مشارکت کنن و خلاق بشن، نه اینکه به بطالت و کسالت و عدم اشتغال و وابستگی به دولت یا وابستگی به دیگران. اون راه حل پیشرفت نیست. میبینید غیرت، همت و غیره. بریم به صفحه بعدی، صفحه 4. مرسی. اول در دوباره همون مطلب میفهمم، ولی اگر در ترویج معارف و تأسیس مکاتب ابتدایی و مدارس صنایع و تربیت ایتام و مساکین خلاصه در منافع عمومی صرف نماید، آن شخص، یعنی اون غنی که این کار رو میکنه، اندل حق و الخلق بزرگوارترین سکان زمین و از اهل اعلی علیین محسوب. اصلا نمیفهمم بره هرچی پول داره بده به بقیه.
ولی میفهمم بیاد سرمایه گذاری کنه در ایجاد این مؤسساتی که باعث میشه فرصت‌ها به وجود بیاد، خلاقیت به وجود بیاد، کار به وجود بیاد و علم و دانش به وجود بیاد، صنعت به وجود بیاد و غیره. درست نظریه‌ای که الان در چپ همه جای دنیا متداوله که اگر کسی کارخانه به وجود بیاره یا واحد اقتصادی به وجود آورد این آدم بدیه، بالعکس از نظر حضرت عبدالبها اون غنی که میاد پولش رو صرف میکنه در ایجاد اینطور مسائل، مدارس، دانشگاه‌ها، صنایع، کارخونه‌ها و غیره، این بزرگوارترین آدم هست در دنیا. خب حالا آخرین بحثی که من میخوام بکنم که راستش مهمترین بحثم بود، اما امیدوارم سریع بتونیم بحث رو یه مقدار بکنیم، در مورد اینه که خب این علما باید چجوری باشن. حضرت عبدالبها و رساله مدنیه چون به عنوان یک بهایی که نمی‌نویسن در داخل دیسکورس، در داخل مباحث خود اسلامی ایرانی هست، منتها میخوان همونطور که حضرت بهاءالله فرمودن قدری متعصبین تنزل پیدا کنه تعصبشون، منظورشون اینه. خب برای اینکه این کارو بکنن میخوان هم به مردم یاد بدن که تقلید نکنن، پیروی نکنن از این علمایی که الان هستن، علمایی که همه الان شدن مخالف تمدن و اصلاح، و هم میخوان کوشش کنن که خود علمان بیدار بشن، تغییر پیدا کنن و در جهت صحیح پیش حرکت کنن، حرکت کنن یک هم در جهت حقیقت اسلام و نه این تقالد و خرافاتی که به وجود آوردن. برای همین حضرت عبدالبها شروع میکنن و این دو سوم بحثه که رساله مدنی این بحثه که خیلی مهمه و هیچ بحثی در مورد این به طور جدی تا الان صورت نگرفت، اصلا توجه به این مسئله نشده. حضرت عبدالبها اول شروع میکنن در مورد علمای راستین، بعد میفهمن در روایت صحیح وارد شرایط علمای راستین، که این عالم راستین کیه، حدیث را میفهمن که این حدیث مال امام جعفر صادقه که میگه و اما من کان من العلماء، هر کدوم از علما صائنا لنفسه، که صائن نفس خودش باشه، صیانت کنه نفس خودش را، و حافظا لدینه، و حفظ کنه دینش را، و مخالفا لهوائه، و مخالفت کنه با هوا و هوسش، و مطیعا لامر مولا، و مطیع باشه به امر مولاش، فللعوام ان یقلدوه، عوام باید که از این فرد تقلید بکنن. تقلید مورد قبول در اسلام از عالمی که این خصوصیت‌ها رو داشته باشه. این حدیث امام جعفر صادقه. حضرت عبدالبها دو سوم رساله مدنیه توضیح میدن که این شرایط علما چیه، که از این همونطور که عرض کردم هم علما عوض بشن، هم ایرانی ها و مردم یاد بگیرن که دیگه تقلید نکنن. اصلا خود این شرایط را حضرت عبدالبها به این معنی میگیرن که افراد باید کاملا توجه بکنن که آیا این شرایط را یک عالم داره یا نداره، و در این مورد نمیتونه تقلید کنه، خودش باید فکر کنه، و البته فهمیدن اینا خودش خود به خود اصلا مفهوم تقلید را از بین میبره. عامل دیگه اینه که چنین عالمی وجود نداره، علما عکسش هستن و بنابراین تقلید نفع میشه، و خواهید دید که نتیجه گیریشون از این بحث آخرش این میشه که تقلید را ایرانی ها باید بذارن کنار و تعصب را باید ایرانی ها بذارن کنار. اینجوری هست که پیشرفت حاصل میشه. که همطور که حالا بحثی که میفرمایند در مورد این چهار تا شرطه، شرط اول صائنن لنفسه، حفظ کنن خودشونا، نفس خودشونا حفظ کنن. حضرت عبدالبها بحث میفهمن که حفظ کنن خودشون رو، منظور این نیست که همش مواظب باشن که هیچ ناراحتی بهشون وارد نشه، بالعکس میفهمن حفظ کنن خودشون رو یعنی این که نفس خودشون و وجود خودشون رو از نقائص، از امور غیر اخلاقی، از فساد و غیره حفظ کنن، و در اینجا معنیش اینه که حرکت کنن در طرف کمال. اون وقت بحث میفهمن که کمال اولیه البته خود علمه، باید علم داشته باشه، اما میفهمن علمی که الان بخواد باعث پیشرفت بشه در جامعه، علمیه که لازمش هست که در همه علوم
مختلفی که در دنیا هست، فنون مختلف، صنعت مختلف، اینا آگاهی داشته باشن، به مقتضیات حالیه الان آگاهی داشته باشن. دارن میفهمن که این چیز مفهوم علمی که در حالت سنتی ما بین آخوندها بود دیگه اون دورانش گذشت و علم الان یک عالم راستین که مردم باید ازش تقلید بکنن، عالم راستین عالمی که علم داشته باشه نسبت به وضعیت فعلی دنیا و علوم گوناگون. و در ارتباط با این مسئله میفهمن که بنابراین این عالم باید همه همش در این باشه که پیشرفت علم در ایران صورت بشه، تمدن در میان افراد ایران مورد تشویق قرار بگیره. شرط دوم را و البته روی این تاکید میفهمن که این لزوم اصلاح در قانون و قضا هست برای تحقق عدالت، و هر آخوندی برای خودش یک حکمی میده و این باعث میشه که تمام جامعه مختل باشه. میفهمن که باید یک قانون یک حالت کلی داشته باشه که در نتیجه اینجوری نباشه که طرف بگه خب پس اگر دادگاه اینطور حکم داد من میرم پیش یه آخوند دیگه عکس اینا میگه، و همینطور تا ابد این نه تنها عدالت نیست در یه اینطور شرایطی، پیشرفت اقتصادی و تمدن هم امکان پذیر نیست. اینه که یکی از عوامل معانی این علم را که به عنوان صیانت نفس هست، لزوم حرکت در جهت اصلاح قضایی میگیرن، همون چیزی که آخوندها همیشه مخالف بودن. آخوندها در ایران خیلی مخالف بودن با اصلاح آموزش و پرورش، میخواستن خودشون کنترل کنن و برای این مخالف بودن. و البته میدانید که در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 با هدایت حضرت عبدالبها بهایان ایران سردمدار بودن، تلیه‌دار بودن برای رفرم و اصلاح آموزش پرورش در ایران و آوردن مدارس مدرن که واقعا باستاب پیام همین رساله مدنی است. علاوه بر اون میفهمن این صیانت نفس حقانیت و عدل را لازم داره. لغت حقانیت خیلی در رساله مدنی میاد. باید توجه کنید که منظور از لغت حقانیت که حضرت عبدالبها به کار میبرن معنی خاصی داره، یعنی توجه به حق مردم. حقانیت یعنی اینکه احترام به حقوق، پایمال نکردن حقوق، این معنی حقانیت در جایی که بحث می‌کنه. اینه که مکررن در رساله مدنی از حریت حقوق یا آزادی حقوق خیلی تکرار می‌کنن این دوتا لغت ها، حریت حقوق، آزادی حقوق. از نظر حضرت عبدالبها آزادی و حریت که بخواد وجود داشته باشه باید مبتنی باشه بر حکومت قانون و حکومت قانونی که مساوی هست برای همگان. و حقانیت به این معنیه، یعنی اندیشه و فرهنگی که توجه داره میکنه معطوف به حقوق مردم هست. و مطلب دیگری که در این مورد میفهمن که خب این بیان رو من اینجا گذاشتم، آخرین بیان همین صفحه است، میفهمن الیوم ناس به زنون و اوهام خود چنین تصور نمودن که نفسی که موقن به الله و مؤمن به آیات و رسول و کتب و شرایع الهیه و مظهر خشیت الله هست باید معطل و معوق بماند و به بتالت و بتاعت ایام بگذراند. بتاعت یعنی بطئی بودن، کند بودن، هیچ کاری نکردن، تا از نفوسی اندالله محسوم گردد که از دنیا و مافیها گذشته دل به عالم اخروی بستند و از خلق بعید شده به حق تقرب جستند. حضرت عبدالبها دارن میفهمن که این مفهوم انقطاع که بین مردم رواج داره که فکر میکنن هرچی موفق‌تر باشن، معطل باشن، هیچ کاری نکنن، اینجوری بیشتر مقرب خدا. اگه تو این دنیا هیچ کاری نکنن، مثمر هیچ ثمری نشن، خیلی خدا دوستشون خواهد داشت. حضرت عبدالبها تاکید میکنن به این علما که یک معنی اصلی صائنا لنفسه، حفظ کنن خودشونو از فساد، از چیزهای غیر اخلاقی، اینه که به مردم ایران یاد بدن که به طرف تمدن حرکت کنن و بهشون یاد بدن که دینداری در این نیست که به بتالت و کسالت بگذرن. مفهوم انقطاع رو عوض کنن. انقطاع یعنی کار کنن، فعالیت کنن، در فکر پیشرفت دنیا و جامعه و خودشون و دیگران باشن. خیلی این بیان مهم است.
دارن انقلاب فرهنگی. خب در اینایی که عرض کردم در ارتباط با معنی اول، شرط اول عالم راستین، صائنا لنفسه. حالا بعدیش هست، بریم صفحه بعدی لطفا، مرسی. بعدیش هست حافظ دین، حافظا لدینه، حفظ دین بکنن. حالا از نظر مرسوم علما، حافظ دین بودن یعنی متعصب تر شدن، یعنی به رسوم ظاهری توجه کردن، یعنی اینکه از هر نوع آوری اجتناب کردن و غیره. حضرت ابراهیم درست معنی رو عکس این میکنن. حافظ دین شدن رو به این معنی میگیرن که باعث ترویج دیانت بشن. ولی بحثشون اینه که ترویج دیانت الان از طریق شمشیر دیگه امکان پذیر نیست. ترویج دیانت الان از طریق محبت هست و از طریق قلم هست، از طریق استدلال هست. ببینید پیام حضرت بهاءالله که از روز اول گفتن که دیگه شمشیر رفع شد و به جاش قلم اومد، که از این اساره پیام بهایی نصرت معنیش عوض میشه، فرهنگ وداد و عشق و محبت هست، آزادی عقیده و وجدان هست و غیره. حضرت عبدالبها دارن با تفسیر مفهوم حافظن لدینه دارن این رو بیان میکنن. یعنی عالم راستین عالمی که الان بفهمه که پیشرفت اسلام تنها از طریق اخلاق پسندیده خواهد بود و از طریق اینکه مطالبی که به حقیقت اسلام توجه کنن و نشون بدن، نه از طریق شمشیر. و خیلی خیلی تاکید میکنن که مبادا حرفی از نجاست بیارن که بگن دیگران نجسن. و همین که مردم بشنون این لغت نجاست رو، دیگه اصلا میرن اسم اسلام رو نمیارن. اگه اسلام رو میخوان پیشرفت کنه، باید مفهوم نجاست رو بذارن کنار، میفهمن، باید معاشرت کنن با همه. ببینید تمام حرفشون اینه که حافظ دین یعنی عالم راستین کسی که تعصب رو میذاره کنار و بالعکس به طرف محبت و وداد و معاشرت با همه میاد. این انقدر مهمه که من یه مقدار دوتا بیان رو اینجا برای شما زیارت خواهم کرد. میدونم من وقتم هم گذشته، ولی این بیان رو حتما باید بخونم. فهمم بعضی نفوس که بر حقایق امور اطلاعی ندارن و نبض عالم در دستشان و ندانند که علت مزمنه بطلان را چه فاروق اعظم حقی لازم، همچون گمان میکنن که ترویج به سیف منوط است. راه ترویج اسلام از طریق شمشیری و به حدیث انا نبیون به سیف استدلال می نمایند. و حالا که فی الحقیقه اگر به نظر دقیق ملاحظه نمایند، مشهود گردد که در این اصل سیف واسطه ترویج نه، بلکه سبب وحشت و دهشت. نه، همون صفحه قبلی. برگردیم به صفحه قبلی، مرسی. نه، بله همینجا، نه صفحه قبلی که آورده شد همون صفحه، حتما صفحه پنج بر باشید. بله، در این عصر سیف واسه ترویج نه، بلکه سبب وحشت و دهشت و اشمئزاز قلوب و نفوس کردن. چه که ایمانی که به ضرب سیف حاصل کردن بسیار بی‌اعتبار و به سبب امر جزئی منقلب به کفر و زلال می شود. اصلا فایده هم نداره اگه کسی به زور بخواد به یک دیانتی بیاد، این به زوره، تا فرصت به وجود میاد از بینش میبره. بعد میفهمن از جمله اسباب کلیه که سبب اجتناب ادیان سائره به تدین به دین الهی گشته، تعصب و همیت جاهلیه است. یعنی غیرت و همت رو هی تاکید میفهمن، ایران دوستی و دین دوستی رو اینقدر تاکید میفهمن، اما عکسش رو تعصب و همیت جاهلیه است. این رو بذارن کنار، چون این باعث عقب افتادگی و بدبختیه هر جامعه میشه. اون چی که باعث میشه مردم به طرف اسلام نیان، طرف دین نیان، تعصب و همیت جاهلی است. مثلا ملاحظه فرمایید، حالا نمیخوام، از آیات قرآنی میارن که قرآن دستور میده به پیامبر اسلام که با محبت رفتار کنی با مردم. بعد میفهم معذالک، بعضی از مردم، یعنی علما متاسفانه و برداشتایی که داشتن،
از این تلطفات و تعطفات فوق‌العاده غافل، از این آیات قرآنی که امر می‌کنن به خود حضرت محمد که با ملاطفت و عطوفت رفتار کنن با بقیه و محجوب و از حقایق کتب مقدس الهی محروم و محجور گشته، از اهل سایر ادیان کمال اجتناب و احتراز را مجری و ابدا تعارفات عادیه را نیز جایز نمی‌دانند. بر طبق فقه علما حتی سلام گفتن به کسی که مسلمان نیست یه چیز بد تلقی میشه، یعنی تعارفات عادی، احترام نشون دادن عادی به شکل عادی. با وجود عدم جواز الفت و معاشرت چگونه میتوان نفس را هدایت نمود؟ اجتناب و احتراز و خشونت سبب اشمئزاز قلوب و نفوس کرده، بالعکس و محبت و ملاطفت و مدارا و ملایمت سبب اقبال نفوس و توجه قلوب شود. که ادامه میدن در این بحثه که حضرت عبدالبها یک قصه بیان میکنن، طولانیه، حدود 10 صفحه یک رساله مدنیه در اون قصه است و خیلی جالبه که در این قصه یه پادشاهی که نعمان منذر هست، این یه روز شوم قلاده، یک روز خوب تلقی میکنه و بعد یه کسی را که خیلی دوست داشته که بهش خیلی خدمت کرده بوده که میاد به خاطر قحطی که ازش کمک بگیره. این روزی که وارد میشه در دربار این شاه روز نحس بوده و این قانونش بوده که هر کس در روز نحس دیده بشه کشته بشه و اینه که میخواسته، یعنی باید حالا میکشتیم کسی رو که خود شاه دوستش داشت. این طرف میگه که اجازه بده من برم و با خانوادم کارامو انجام بدم، وصیتامو بکنم، اون وقت برمیگردم سال بعد و شما اون وقت منو بکشید. شاه هم چون اینو دوست داشته اجازه میده که بره، که میخواسته که دیگه بر نگرده. سال بعد که میشه این برمیگرده و شاه خیلی عصبانی میشه که چرا اومدی من این گذاشتم بری که، یعنی نیا اینا. بعد میگه چرا آخه برگشتی؟ میگه من بخاطر اینکه مسیحی هستم و پیام حضرت مسیح لازم میشه که من بر طبق اخلاق رفتار کنم و غیره. حضرت عبدالبها میفهمن که این باعث میشه که این پادشاه همه اینا میان مسیحی میشن. داستانی که حضرت عبدالبها میفهمن در تواریخ عربی اومده و من خودم خوندم در تواریخ عربی همین قصه رو. از این نتیجه میگه حضرت عبدالبها میفهمه عامل اصلی که باعث پیشرفت دین میشه اعمال پسندیده است، نه خشونت، نه تعصب، نه نفرت از دیگران، نه شمشیر و غیره. و به همین علت ببینید رساله مدنیه داره در مورد اینکه حقیقت اسلام چیه به زبان اسلامی سخن میگه، اما کاملا داره نشون میده که باید به حقیقت اسلام برگشت و حقیقت اسلام الان یعنی این که ملاحظه بفهمید که همه اینا یعنی دیانت بهائی، بازگشت اسلام که آخوندو میخوان یعنی قبول کردن امر بهائی و پیام حضرت بهاءالله. این هم هست که حضرت بهاءالله میفهمن که اینها رو بنویس به قصه اعظم فهمن که قدری تعصب متعصبین رو کاهش بده، تنزل بده که آماده بشن برای شنیدن صدای این برگهای مهتز از وحی الهی که الان هست. قسمت نه همون صفحه قبلی، در این قسمت دارن میفهمن که خب حالا فهمیدیم حافظ دین یعنی چی، میفهمن ولی علمایی که الان هستن درست عکس اینن. ببین چه جور میفهمن، حال ما، یعنی ما ایرونی ها، البته این علمای ما، از جمعی امور خیریه چشم پوشیده، سعادت ابدی جمهور را فدای منافع موقته خود می نمایی و تعصب و حمیت جاهلیه را وسیله عزت و اعتبار خیشتن می شمانی. به این قناعت نلموده، کاش فقط به این قناعت می کردیم، به تکفیر و تدمیر یکدیگر می کوشیم. اینکه آزادی دین وجود نداره، حضرت عبدالبها صریحاً اینو نمیگن، اما تمام بحث این هم توش هست. بدون آزادی دین، آزادی وجدان، امکان پیشرفت نیست برای ایران. نفی تعصب یعنی تحقق این آزادی. به
به تکویر و تدمیر یکدیگر میکوشیم و چون خواهیم که اظهار معرفت و دانایی و زهد و ورع و تقوای الهی نماییم، وقتی میخواییم چی بکنیم که ما خیلی معتقد به اسلام هستیم، چیکار میکنیم؟ به طعن و سب این و آن پردازیم که عقیده فلان باطل است و عمل فلان ناقص. عقیده فلان باطل است یعنی نابردباری عقیدتی و دینی، عمل فلان ناقص، عبادت زید قلیل است، دیانت امر ضعیف، افکار فلان مشابه اطوار فرنگ است و اسرار فلان متوجه ناموننگ. صف جماعت دوش پیوسته نبود، یعنی علما دارن میگن که صف جماعت برای نماز جماعت دیروز کم شده بود، مردم کم اومده بودن، و اقتدای به شخص دیگر جایز و شایسته نه. هر آخوندی میخواد که خودش رئیس باشه. صد هزار اغراض نفسانیه در تحت نقاب اقوال تعصبی بعضی مستور. من دیگه نخواهم خوند از رساله مدنی چون وقت نیست، فقط اصول مطلب رو عرض میکنم. پس ما معنی حافظی دین را دقت کردیم که کلش بحث این بود که علما و فرهنگشون باید بالکل عوض بشه، بشه فرهنگ محبت و معاشرت و غیره. مطلب بعدی مخالفا لهواه بود که این شرط دیگر این عالم راستی اینه که با هواش مخالفت کنیم. حضرت عبدالبها این بحث رو تبدیل میکنن به انتقاد از فرهنگ غرب و میفرماین کل بحثشون اینه که فرهنگ غرب مدنیت سوریش، مدنیت ظاهریش، سوری با ساته یعنی از صورت گرفته شده، فرمال خیلی پیشرفت کرده، اما مدنیت اخلاقشون میفهمن پیشرفت نکرده چون در هوا هستن و میفهمن همش هر کشوری در غرب فکرش جنگه و جنگیدن و پیروز شدن و استیلاش بر دیگران. و مثالی که میزنن این در 1875 نوشته شده دیگه، مثالی که میزنن چند مثال میزنن، اما مهمترین مثالش در مورد جنگ 1870 بین آلمان و فرانسه است. میفهمن 600 هزار آدم مردن تو این جنگ. میفهمن و فایده این چیه؟ امروز آلمان میبره، پس فردا فرانسه میبره و بعد میفهمن که این خب پس هیچ خردی تعیین نمیکنه این کارا رو. فقط میفهمن وقتی هوا مسلی میشه بر افکار مردم دیگه نمیتونن حقیقت رو ببینن. میفهمن که بنابراین این خودخواهی ها و تعصبات و این پرخاشگری باعث این میشه که پیشرفت واقعی نمیتونن بکنن. مردم هم همش مجبورن پول بدن که برای مسابقه تسلیحاتی و ساختن مهمات به وجود بیاد. میفهمن نه عدالت، نه پیشرفت. مثالی که میزنن انوشیروان رو میذارن در مقابل چنگیز خان، هولاکو، تیمور، اسکندر، ناپلئون. خیلی جالبه این بحثایی که میفهمن. انوشیروان رو ستایش میفهمن چون بر طبق تواریخ ایرانی بحثی که میفهمن انوشیروان اهمیت پیدا کرد برای اینکه همتش گذاشت در مأموریت و آبادی ایران. بالعکس اونها، اینا همه کسانی بودن که جهانگشایی و کردن، تخریب کردن. چنگیز خان اومد اصلا آسیا رو نابود کرد. هولاکو، تیمور هم همینطور. اسکندر هم میفهمن. اسکندر خیلی مهمه چون در دنیای اسلام و نویسندگان اسلامی اسکندر رو در حد پیغمبر بردن بالا. شما مثلا نظامی رو بخونید کتابشو در مورد اسکندر، اصلا اسمش از اسکندر نامه. این اسکندر رو میبرید در سطح خدا. حرفای خیلی خیلی ریسیست ضد سیاهای آفریقا میزنه تو همین بحثایی که نظامی میکنه. البته اینا به این معنی نیست که نظامی آدم بدی بوده. نظامی در زمان خودش مرد بسیار بزرگی بوده، خدمت بسیار بزرگی کرده به نسبت زمان خودش. این عادت ناپسندیده زشتی که الان مطرح شده که ما هر کسی را در گذشته میبینیم، الان در آمریکا خیلی این مطرحه، هر کسی که در گذشته بوده به خاطر اینکه این یا اعتقاد داشته به مثلا نظام بردگی یا برده داشته، اینا میشن آدمایی که میشن اصلا انسان نیستن و باید نفی بشن.
اگر ما اینجوری بخوایم کار کنیم هیچ انسانی باقی نمیمونه. همه متفکران در گذشته طرفدار بردگی بودن، تقریبا همشون ضد زن بودن و خیلی مسائل دیگه. دیانت بهایی اصل پروگرسیو ریولیشنش، اصل تاریخ بودنش اینه که همه ادیان باعث تکاملن، هر کدوم به نسبت زمان خودشون در چارچوب زمان خودشون باید نگاه کرد. نباید ما بیایم بر طبق ملاک هایی که الان امکان پذیره بیایم دست به قضاوت بزنیم نمیده گذشتگان. این خیلی اخلاق ناپسندیده است که به خاطر اینکه اندیشه تاریخی و هوشیاری تاریخی وجود نداره. جالبه که کسانی هم که دارن این کارا رو میکنن در آمریکا همشون چپی هستن و متأثر از مارکسیسم هستن، نمیدونن که اندیشه مارکسیسم همش یعنی اندیشه تاریخی و تاریخ گرا بودن و مسئله در بعد تاریخی فهمیدن، و الا همه دنیا طرفدار اسلیوری بودن. اسلیوری بردگی در همه دنیا بوده. در تهران ما در آغاز قرن 20 12% جمعیت تهران برده بودن. اصلا این مسئله که یک نفر رو ما باید ستایش کنیم به شرطی که بر طبق تمام ملاک‌های ما این آدم خوبی باشه، اصلا این نفی انسانیه و نفی تمدن و نفی تاریخ است. برای همینه که دیانت بهائی میگه هر دینی بر طبق مقتضیات زمان خودش اونجوری باید، و اینه که همه ادیان خوب هستن. و برای همین ما کسانی مثل ارسطو، افلاطون رو ببینید حضرت والا چقدر ازشون ستایش میکنن. اما ارسطو معتقد بود که غیر یونانی همه باید برده باشن، ضد زن بود، ولی همه اینطوری بودن. اما در این حال خیلی حرفای عالی هم زد و خیلی کمک کرد برای پیشرفت بشر در جهت تمدن. حالا اینا میخواستم بگم که حضرت عبدالبها دارن اسکندر و ناپلئون و چنگیزخان و تیمور و هولاکو رو به عنوان نمونه کسانی که پادشاهانی که اینا روششون غلط بود، یعنی جهانگیری میخواستن بکنن. همشون هم اون چیزی که ما میگیم الان امپریالیسم این بود دیگه. همشون تمام اینها کسانی، اسکندر کسی بود که اومد ایران رو گرفت و خراب کرد، چنگیز خان همینطور، ناپلئون همینطور رفت مصر را گرفت و اومد تا عکا که دم عکا خب شکست خورد و مجبور شد برگرده. تمام اینا امپریالیست بودن و حضرت عبدالبها همه اینا رو نفی میکنن ولی تایید میکنن انوشیروان را، چون انوشیروان را باز بر طبق تاریخ های چیز کسی بود که توجهش به مأموریت آبادی ایران و اصلا اندیشه زرتشتی و اندیشه ایرانی قبل از اسلامیان تاکید روی آبادی هست، آبادانی، درخت کاشتن، آب را مقدس دیدن، آتش را مقدس دیدن و غیره. اینا چیزایی که حضرت عبدالبها دارن ستایش میکنن و تایید میفهمن. این است که نفی جنگ، نفی قهر، نفی تعصب هست و بالعکس هوا مخالفن به هوا این را تبدیل میکنن به انتقاد از فرهنگ ماتریالیستی غربی. در حقیقت از نظر حضرت عبدالبها اشکالی که در ایران هست که فرهنگ علماست، که فرهنگ تعصبه، این اشکال عیناً در غرب هم به یک شکل دیگه وجود داره، نه اینکه ضد هم باشن. منتها در بحث مخالفن به هوا عامل غربی را تاکید میکنن. بعدی شرط بعدی هست مطیع لأوامر مولا، که این آخرین شرط هست و با توضیح این من بحثم رو به پایان میرسونم. مطیع لأوامر مولا، مطیع برای که مطیع باشه به اوامر مولاش، یعنی از دیانت و پیامبر و اینها اطاعت کنه. حضرت عبدالبها این بحث رو تبدیل میفهمن به مسئله لزوم دین، منتها این بحث رو تبدیل میکنن هم به معنی نفی تجدد ماتریالیستی غربی، هم به معنی نفی تعصب گرایی سنت پرست مذهبی شرقی. بحث عجیبی است. خلاصه مباحثی که میفهمن اینه که میفهمن آدمای
مثل ولتر و غیره که اومدن اینا نفی کردن در قبل دین را، نفی کردن دین را به خاطر اینکه دین را معادل گرفتن با کارهای رؤسای مذهبی، با کارهای پاپ مثلا در اونجا. یعنی در حقیقت مخالفت با مذهب هم، طغیان علیه مذهب هم تقصیر علما میدونن. اینها بودن که دیانت را تبدیل کردن به یه مشت خرافات و تعصبات و غیره، به جای اینکه به حقیقت دین توجه کنن. اون وقت در مورد ضرورت دین که صحبت میکنن استدلال میکنن، تاریخ موسی را میگن، تاریخ مسیح را میگن، تاریخ محمد را میگن. و خیلی جالبه این مطلب در همه نوشه‌های حضرت عبدالبها اینه، وقتی میخوان اثبات کنن حقانیت یک پیامبر را، نمیگن فلان معجزه کرد یا فلان معجزه را نکرد، اصلا این بحثا رو نمیکنن. بحث حضرت عبدالبها، موسی به حق بود به خاطر اینکه اومد تمدن ایجاد کرد. یک گروهی که اسیر بودن و پراکنده بودن اینا رو جمع کرد و باعث شد که تمدن و معارف در اینها به اوج خودش برسه، که همه جای دنیا از اینا میمدن یاد میگرفتن معارف را. این اثبات میکنه که از خداست. مسیح را اثبات میکنن از خداست به خاطر اینکه مردم متشددی که همه در جنگ بودن اومد و از طریق پیام مهر یک تمدن بزرگ درش به وجود آورد. اسلام را، حضرت محمد را اثبات میکنن حقانیتش را، برای اینکه میفهمن یه مش آدم وحشی که همش در جنگ با هم دیگه بودن، اینا را تبدیل کردن به یک مدنیتی که بزرگترین علوم و صنایع و فلسفه و غیره برای چند قرن در بین اینا بود. اروپایی ها میمدن از اینا یاد میگرفتن و میفهمن که شروع تمدن اروپا هم از اقتباس از اینها بوده. یعنی اصلا دین تعریفش عوض میشه. دلیل حقانیت یک پیغمبر اینه که باعث تمدن میشه، باعث فرهنگ میشه، باعث پیشرفت علوم میشه. اینه عاملش. و چی باعث میشه که اینها انحطاط پیدا کنن؟ چی باعث شد که فرهنگ پیشرفته کلیمی منحط بشه؟ چی باعث شد که فرهنگ مسیحیت منحط بشه؟ در هر دو مورد میفهمن که علما بودن. علما اینها، زمام امور دست اینا اومد، رفتن طرف تعصب، حقیقت دین فراموش شد و اتحاد رو از بین بردن و باعث شدن جامعه در جهت جهل و خرافات حرکت کنه. از حالا در مورد اسلام فقط میفهمن باعث پیشرفت شده. اما همه بحثشون اینه که ایران و دنیای اسلام الان در اوج عقب افتادگیه. چرا؟ باز به خاطر علما. به همین علته که من خاتمه میدم این بحث را با یک بیان دیگه، اما همینجا میخونم چون پیدا کردن الان در اون ممکنه دشوار باشه. این بیان حضرت عبدالبها جزئی از نتیجه گیری از این بحثی که دمده علما کردن. من خیلی بحثا رو نکردم ولی صفحه آخر آخر هست. در بریم صفحه آخر آخر آخر. بله ببینید، میفهمن ای اهل ایران، بعد از اینکه بحث کردن در مورد شرایط علما و نشون دادن که دین واقعی باعث تمدن میشه و نشون دادن که این علما هستن که باعث تدنی دین میشه میشن و باعث این میشن که انحطاط در تمدن به وجود میاد، یعنی علت عقب افتادگی جامعه میشن. بعد از این بحثا ای اهل ایران، چشم را بگشایید و گوش را باز کنید و از تقلید نفوس متوهمه که سبب اعظم زلالت و گمراهی و سفالت و نادانی انسان است مقدس گشته به حقیقت امور پی برید، خودتون فکر کنید و در اتخاذ و تشبث وسایل حیات و سعادت و بزرگواری و عزت خود بین ملل و طوایف عالم بکوشید. بحث میکنند در مورد شرایط علما چیه؟ علمایی که بعد ازشون تقلید کرد، نتیجه گیریشون اینه که ایران اگه میخواد پیشرفت کنه و اگه میخواد بر طبق اسلام و این حدیث حرکت کنه، اینه که چشاشون رو باز کنن، ایشونیا گوششون باز کنن و دیگه تقلید نکنن، تعصب بذارن کنار.
جمله قبلم با هم دیگه میخونیم و من به صحبتم پایان میدم. دارن حضرت عبدالبها بحث میکنن که علما به جای اینکه بر طبق حقیقت ادیان عمل کنن و این شرایط را داشته باشن که بحث کردن ساین نفس باشن، حافظ دین باشن، مخالف هوا باشن، مطیع اوامر مولا باشن، چی کار میکنن؟ فسبحان الله، چه امور و احوال عجیبه واقع که هیچ نفسی هین استماع قولی دقت و فراست نمی نماید که مقصود قائل از این قول چه در نقاب اقوال چه غرض نفسانی پنهان نموده. یعنی این علمایی که دارن میگن این بد و این کفر و این فلان و اینا، به این حرفا گوش میدن ولی فکر نمی کنن که پشت این حرفا دین نیست بلکه اغراض نفسانیه. مثلا ملاحظه می فرمایید که شخصی، منظورشون بسیاری از علماست که در اون زمان ما میدونیم بر طبق خود تواریخ علما که فساد چقدر رسوخ داشته، چقدر از این بزرگترین علما از طریق احتکار چه ثروت ها به دست می آوردن. در کتب خود علما اینا نوشته شده که من بحث نمیتونم الان بکنم، وقت ندیم. می فهمن که مثلا ملاحظه می فهمن که شخصی به جهت منافع جزئی ذاتی خود مانع سعادت جمهوری از ناس می شود و به جهت گردش آسیاب خود مزارع و کشتزار جمع غفیری را تشنه و خراب می کند و به جهت مطاعیت خود که بقیه ازش اطاعت کنند دائما ناس را بر تعصب جاهلیت که مخرب بنیان مدنیت است، عاملی که مدنیت از بین میبره همین تعصبه، دلالت میکنند. حال این شخص، همینی که داره همه کار میکنه که مردم نابود بشن که خودش منافع داشته باشه، حال این شخص با وجود آنکه عملی را مرتکب که مردود درگاه گبریا مبغوض کل انبیا و اولیای الهی است، اگر ببیند نفسی بعد از طعام، بعد از غذا خوردن دست خود را به صابون که موجدش عبدالله بونی و از اسلام است بشوید، چون این بیچاره دست خود را به دامن و محاسن خود به ریشای خود نمالیده، آن شخص فریاد برآورد که بنیان شریعت بر هم خورد و آداب ممالک کفری متداول گشت، ابدا سوء اعمال خود را نظر ننماید، لکن سبب لطافت و پاکی را جهل و فسق شمارد. مزاح هم هست در این بیان، یعنی این آدم هیچ کنوم از این ظلم ها و اینا را براش مطرح نیست، اما هنگی ببینه بعد یکی بعد از غذا با صابون دستشو میشوره و به جای رسمی که اونجا بوده که دستشو بزنه با ریش و دامن خودشو پاک کنه، به جای این کارا با صابون بشوره، این آدم یاد میگه که این چیز کفری است، اما این شخص کار ضد اسلامی کرده و غیره. اینه که میفهمن ای اهل ایران، چشم را بگشایید، گوش را باز کنید از تقلید نفوس متوهمه، نفوسی که همش در توهمه، ربطی به واقعیت ندارن، که سبب اعظم زلالت و گمراهی و سفالت و نادانی انسان است. مقدس کشید به حقیقت امور پیبرید در اتخاذ تشبث وسایل حیات و سعادت و بزرگواری و عزت خود بین ملل و طوایف عالم بکوشید. متاسفم که من حداقل نیم ساعت بیشتر از این که وقتم بود صحبت کردم، اما راستش این که توجه کنیم به این بحث کاملا جدید حضرت عبدالبها در مورد مفهوم علما و اینکه چگونه حدیثی را که داره تشویق میکنه تقلید از علما تعبیر میکنن به جوری که ازش نتیجه میگیرن که تقلید دیگه باید از بین بره و تأکید میکنن که به مقتضیات حالیه باید توجه کرد و غیره، این یک اتفاق خارق العاده است که در توسط رساله مدنیه انجام شه. خیلی رساله مدنیه اثر عظیمی است و در این شب که شب تقریبا شهادت حضرت اعلی هم هست، واقعا پیام حضرت عبدالبها و رساله مدنیه تحقق همون پیام حضرت باب بود که اومدن که این تعصبات رو در هم بشکنن، که ایرانی ها پیشرفت کنن. اینقدر حضرت اعلی تأکید کردن که از صنایع و علوم غربی ها باید یاد گرفت، ستایش کردن صنایع و علوم غربی ها را، ولی در این حال انتقاد کردن از اینکه از نظر روحانی اونا پیشرفت نکردن. رساله مدنیه تحقق و تکمیل
همون پیامی است که حضرت اعلی برای ایران داشت. مرسی از اینکه همه ببینم چقدر هستن، همه نشستن و من خیلی بیشتر از اون که باید صحبت میکردم. راستش دیگه لازمه اینکه من بگم استرالیا بیام نیست، برای که الان 3 جلسه هست من همش در مورد مسائل مختلف صحبت کردم. به هر حال سپاسگزارم از دعوتتون. جناب دکتر سعیدی، بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو مجددا قبول فرمودین و از سخنرانی بسیار شیرین، جالب و کامل و مؤثر شما. من خودم به شخصه بینشم نسبت به رساله مدنیه خیلی عوض شده امروز و حتما مطالعه جدیدی رو خواهم کرد با بینش جدیدی که شما در من ایجاد نمودید و مطمئنم سایر عزیزان هم استفاده زیادی از سخنرانی شما بردن و دوست داریم مجددا شما رو در یک وقتی که خودتون صلاح میدونید مجددا دعوت کنیم، چون یکی از نکات دیگر رساله مدنیه رو میتونید برای ما بازگو کنید مجددا. خیلی ممنون و ما واقعا معذرت میخوام از عزیزانی که نتونستن شرکت کنن. بعد از این که 500 نفر شد هنوز عده زیادی پشت در زوم و فکر کردن اشکالی در کار خودشون هست. شوهرم گفت زوم پر شد. انشالله برای جلسه بعدیتون با 1000 نفر میگیریم.